دوستان، من قراره یه دونه کوکی برای شما درست بکنم و آموزش بدم که شما چجوری اون رو درست کنید و اون با جوپرک و موز درست میشه، هست به نام اوتمیل بنانا کوکی. خیلی این بدون شکر میتونیم درست کنیم، خیلی خوشمزه است، بسیار سالم و مفید، مخصوصا پس اون کسایی که دارای بیماری لاعلاج دیابت هستن و مرض قند دارن و نمیتونن از آرد گندم استفاده کنن، میتونن از آرد جو استفاده بکنن. ما از اوتمیل برای این استفاده میکنیم. پس ما به جو پرک احتیاج داریم. در حدود 2 کاپ یا 1 مقدار بیشتر پودر کاکائو فقط نگاه میکنیم که اصلا شکر نداشته باشه. این پودر کاکائو خالصه. یه مقداری دارچین ما لازم داریم، عصاره وانیل، میتونیم از عسل استفاده کنیم، میتونیم از سویتنر یا شیرینیایی که شکر نداره استفاده کنیم و یا میتونیم از شیره بدون شکر استفاده کنیم. کسایی که مرض قند نداره میتونن شیره معمولی و یا عسل استفاده کنن. بعضی دوستان داخل اون بادوم میریزن، من حالا یه مقداری نارگیل بهش اضافه میکنم. بعضی دوستان بادوم زمینی، به اصطلاح کره بادوم زمینی اضافه میکنن. دست و بال آدم خیلی باز واسه کار کردن. ما چه داریم به 3 تا موز که این 3 تا موز هر چی رسیده تر باشه بهتره، چون شیرینی موز بیشتر و آسان‌تر له و نرم میشه. خب حالا ببینیم با چی کار. من این 3 تا موز رو چی با پشت چنگال، اینو پوستش کنم، میذارم توی میکسینگ بول یا ظرفی که میخوام چیزا رو مخلوط کنیم و با پشت چنگال موز رو کاملا له میکنم. موز رو که من کاملا له کردم، یه قاشق پودر نارگیل، یه قاشق پودر بادوم اضافه میکنم. این کاملا دل بخواهی، گردو میتونه اضافه کنین یا هر چیزی دیگه که شما بخواهین اضافه میکنین و یه مقداری هم چی من دارچین اضافه میکنم بهش و همینطور پودر چاکلت که گفتم یا پودر کاکائو بدون شکر، اونم یه مقدار کمی من بهش اضافه میکنم و دوباره اینو همه رو با هم مخلوط میکنم. اینو که من مخلوط کردم، ببینید من جوپرکم رو خیلی آهسته به این مخلوط اضافه میکنم و به هم میزنم تا ببینم که احتیاج به جوپرک بیشتری داریم یا خیر. من 2 کاپ جوپرکم رو، 2 کاپ خورده تقریبا کاملا به این اضافه میکنم. در حدود 1 قاشق غذاخوری من عصاره وانیل و همینطور این در حدود 2 قاشق غذاخوری هم شوگر فری، سروپ شوگر فری یا شیره یا عسل میتونم بهش اضافه کنم و مجددا اینو مخلوط میکنم. ببینید یه تا استکان هر نوع شیری، من از شیر بادوم استفاده کردم، هر نوع شیری، شیر معمولی، کمچپ، پرچپ، هر شیری که شما بخواین میتونین یه تا استکان به این اضافه میکنیم، برای اینکه جوپرک ما این شیر رو به خودش میکشه و یه مقداری نرم میشه. ما اینو که مخلوط کردیم حدودا 15 دقیقه بهش اجازه میدیم استراحت میدیم که جوپرک هم آب موز و این شیر رو به خودش جذب کنه و یه مقدار نرم شه و بعد میدیم برای پختش. ببینید این سینی فرم رو یه مقدار روغن میریزم، با یه دستمال آشپزخونه تهینو کاملا چربش میکنم، جوری باعث میشه که روغن زیادی هم مصرف نشه و کاملا این چرب میشه و اضافهش هم دستمال میگیره و خلاص. با قالب قاشق بستنی ما برمیداریم اینو میذارمش توی سینی فر. با اسپلاتشلر ببینیم ما چیکار میکنیم، یه مقدار روش فشار بدیم، این کاملا گرد میشه و شکل کوکی به خودش میگیره. مجددا من یکی دیگه میذارم و همینطور با اسپاتولا چیکارش میکنم. اینو ببینیم یه ذره رو مرکزش که فشار بدی این به اصطلاح کاملا شکل میگیره و اونجوری که ما میخواییم چی میشه، گرد و خشک.
ببینید این حتی چاکلت چیپ شوگر فری است. شما میتونید هر چاکلت چیپ دیگه ای استفاده کنید. من یه مقدار از این چاکلت چیپ رو میتونم چیکار کنم روی این بریزم که حالا مثلا شکلات هم داشته باشه، مخصوصا بچه ها که خیلی شکلات دوست دارن دیگه بهانه به شکلاتی هم نگیره. خب حالا این که شکلات ما باشیم میذاریم توی فر رو دمای 350 درجه و نگاه میکنیم تا پخته شه. حدودا 20 دقیقه لازمه که کاملا پخته شه، در میاریم میذاریم بیرون. خنک که شد توی یخچال نگهداری میکنیم و بعد برای سر کار یا به عنوان اسنک یا به عنوان کوکی با چایی با شیر صبحانه میشه. مل کرد نوش جان، اونزن لذت برده باشیم.